از هرات آمدیم به مرز پاکستان. خیلی از جاهای افغانستان با پاکستان هم مرز است. ما هم که فکری عبور از مرز را نداریم. باز هم میخواییم سری به یکی از ولایت ها بزنیم. حالا کجا؟ کندهار. کندهار از قدیم الایام به عنوان یک منطقه استراتژیک و تاریخی شناخته شده است. برخی منابع تاریخ نگاری به این موضوع اشاره دارند که این منطقه در دورانی پیش از اسلام به عنوان یک منطقه فرهنگی و تجاری در مسیر کاروانهای آسیای میانه و ایران باستان نقش داشته است. این منطقه در دوران ساسانیان و بعد از آن در دوره‌های مختلف تحت تسلط امپراتورهای مختلف قرار داشته است. از دوران‌های امپراتوری میتوان به دوره اسلامی، دوره سلطنت تیموریان، امپراتوری مغول‌ها، یونانی‌ها، امپراتوری‌های هند و خود افغان‌ها در کندهار اشاره کرد. ببخشید که از تاریخ این ولایت شروع کردیم، چون کندهار آنقدر تاریخ دارد یک ویدیوی چند ساعته هم میتوان دربارش ساخت. کندهار در جنوب افغانستان قرار دارد. با مساحتی در حدود 50,000 کیلومتر مربع به عنوان یکی از بزرگترین ولایت های افغانستان محسوب می شود. کندهار از ولایات درجه اول کشور شمرده می شود که در شمال با اروزگان، در جنوب با خط دیورند و بلوچستان پاکستان، در شرق با ولایت زابل و در قسمت غرب نیز با ولایت هلمند همسرحد می باشد. فرهنگ کندهار به طور عمده از ترکیب فرهنگ های پشتو، فارسی و عربی شکل گرفته است. مردم کندهار اکثراً پشتون بوده و زبان پشتو زبان اصلی آنان است. اما زبان فارسی نیز در میان بخش‌هایی از مردم رایج است. همچنین کندهار یکی از مراکز مهم دینی و مذهبی در افغانستان است و دارای مراکز مذهبی چون مساجد و مدارس دینی بسیاری است. کندهار دارای چندین دانشگاه مؤسسات آموزش عالی است. دانشگاه کندهار یکی از معروفترین این مؤسسات است که زمینه های مختلف علوم ادبی، علوم اجتماعی و فنی تدریس می کند. جالب است بدانید که آموزش در این ولایت به زبان پشتو ارائه می شود. با این حال به دلیل مشکلات اقتصادی دسترسی به آموزش در برخی مناطق این ولایت محدود است. اقتصاد کندهار عمدتاً بر کشاورزی و تجارت مبتنی است. محصولات عمده کشاورزی شامل پسته، انگور، خرما، انار و محصولات زراعتی است. همچنین صنایع دستی مانند قالین بافی و تولیدات چرم نیز از جمله بخش های اقتصاد فعال این ولایت به شمار می آید. باز هم میگم کندهار به دلیل تاریخ طولانیش دارای جاذبه های تاریخی و فرهنگی بسیاری است. از جمله قلعه کندهار، مسجد شاه زمان و مقبره های تاریخی، علاوه بر این طبیعت های زیبای آن و مناطق کوهستانی برای گردشگران جذابیت دارد. اگر از سفرتان به کندهار لذت بردید، پس حتما فالو کنید. لطفاً برای ولایت بعدی نظر دهید.